سلام عزیزان، خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. امروز میخوایم در مورد حکم پدر و مادر بابک خرمدین با هم دیگه حرف بزنیم که حکم اینها چیست و چه اتفاقاتی در انتظار اونها خواهد بود. حتما میدونید که پدر و مادر بابک در یک ظهری آبگوشت مرغ درست کردن، آبگوشتی که با قرصهای بیهوش کننده مخلوط شده. پسر میخوره بیهوش میشه و طبق ادعای پدر، پسر که به خواب میره با چاقو به جان پسرش میفته و اتفاقات دیگری که حالا خودتون خبر دارید. در ویدیو قبلی هم کاملش رو براتون توضیح دادم، اما الان میخوایم بدونیم که چه حکمی برای این پدر و مادر در نظر گرفته میشه. ببینید، اگر پدر و مادر فرزندشون رو به قتل برسونن، ولی دم بودن از اونها کنار میره و ولی دم بابک خرمدین الان کسیست که از او ارث خواهد برد، یعنی همسر یا فرزندش. همسر و فرزند نداره و خواهر و برادر داره بابک خرمدین. پدر بعد از قتل فرزند طبق قانون مجازات اسلامی ایران قصاص نمیشه و تنها حبس از 3 تا 10 سال داره. حالا این قانون قانونی هست که پدر قصاص نمیشه. مادر اگر خودش مستقیما فرزندش رو به قتل برسونه، خواهر و برادرها میتونن حکم قصاص برای مادر بگیرن، ولی خواهر و برادرهای بابک نمیتونن حکم قصاص برای پدر بگیرن. این یک قانونه، برای پدر نمیتونن حکم قصاص بگیرن. قانونی که میگه 3 تا 10 سال برای سال 1375 اون قانون و الان توی مجلس طرح شده که اصلاح بشه، ولی هنوز ایراداتی بهش هست. انگار که میخوان اونو برسونن به 20 سال حبس، ولی همچنان 3 تا 10 سال هست. یعنی پدر بابک خرمدین فقط 3 تا 10 سال به زندان خواهد رفت. و خیلی جالبه بدونید که مادر بابک خرمدین بیش از 15 سال به زندان خواهد رفت. یعنی مادر که معاون بوده در این قتل و خودش مستقیما این کار رو انجام نداده، بیشتر از پدر به زندان خواهد رفت. این چیزی که در قانون هست همینه که فخرالدین جعفرزاده، رئیس سابق دادسرای جنایی تهران و وکیل پایه‌ای که دادگستری گفته، و همچین اتفاقاتی خواهد افتاد و این حکم صادر خواهد شد. حالا اگر اتفاقات دیگری هم افتاد خدمت شما عرض خواهم کرد. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید و یک دنیا ممنون از محبت شما بزرگواران. فعلا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.